قوانین سخت و بیرحمانه اتحادیه اروپا که با عنوان قوانین ضد تروریسم نام گذاشته شده اند تنها مسلمانان را هدف گرفته است. به گزارش رویترز سازمان عفو بین الملل طی گزارشی ضمن مطرح کردن این موضوع افزود قوانینی جدید که به بهانه مقابله با تروریسم در سراسر اروپا وضع شده با تبعیض علیه مسلمانان و مهاجران تنها احساس ترس و بیگانگی را گسترش داده است. این سازمان حقوق بشری درباره تصمیمات امنیتی اتخاص شده در دو سال اخیر در چهارده کشور اروپایی به ویژه در حوزه افزایش اختیارات و توان جاسوسی نیز هشدار داد. در دو سال اخیر در نتیجه ی حملاتی که در اروپا توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفته، تنشها در مورد مهاجرت شدت گرفته و وعده تأمین امنیت از طریق برخوردهای افراطی با مسلمانان تبدیل به کلیدی برای پیروزی احزاب راستگرا و نجات پرست به ویژه در فرانسه، آلمان و هلند شده است. سازمان عفو بین الملل در این گزارش با بیان اینکه اقدامات جدید فضا را به شدت برای آزادی بیان محدود می کند، محدودیت در تردد، محدودیت های سفر، بازجویی ها و همچنین جاسوسی پلیس از کسانی که هیچ جرمی ندارند و نمیدانند به چه اتهامی با آنان این گونه رفتار می شود را محکوم کرد.